20 سال دیر توجه کردیم. جمله‌ای که وزیر کشور ایران در تقدیم گزارش خود از وضعیت اجتماعی کشور به مجلس بر آن تأکید کرد. بنابراین ایران امروز بر اساس این گزارش با بیش از 15 میلیون حاشیه‌نشین، چند میلیون بیکار و خانواده‌هایی که درگیر اعتیاد هستند و سرانجام راهشان به زندان ختم می‌شود مواجه است. آیا زمان برای جبران این زمان از دست رفته وجود دارد؟ مسعود سفیری هستم، میزبان شما در برنامه افق نوی سه‌شنبه 25 خرداد 14 ژوئن. اما مهمانان افق نو، آقای دکتر رضا باوفا که از کالیفرنیا میمان ما هستند، مدیریت کارشناس مدیریت اقتصادی، و آقای حسین قاضیان جامعه شناس که در استودیو به ما ملحق شدن. آقای باوفا اجازه بدین من این پرسش رو با شما این چونگونه آغاز کنم. با توجه به تاکید وزیر کشور ایران بر این جمله که دیر کردیم، آیا در مدیریت های کلان اقتصادی زمان برای جبران وجود داره؟ ما یک ضرب المثلی داریم که شما باش آشنا هستید، گفته میشه که هر وقت شما جلوی ضرر رو بگیرید منفعته. بنابراین هیچ وقت برای تصحیح اشتباهات گذشته دیر نیست و مسلما ایران با امکاناتی که داره، به خصوص نسل جوان و تحصیل کرده، امکان برگشتش خیلی زیاد هست. منتها این وابسته به این شرایط هستش که دولت سیاست‌های را اتخاذ بکنه که بتونه برای جامعه سودمند باشه. توی چند سال گذشته به خصوص بعد از تصویب فرجام، تاکید فراوانی روی سرمایه گذاری خارج در ایران هست که البته حرکت بسیار صحیحی است، ولی عمدگی مسائل ایران درونی است و تا هنگامی که مسائل اقتصادی ایران رو ما از درون حل نکنیم موفق نخواهیم شد که جامعه را از نظر اقتصادی و به خصوص از نظر بیکاری که مسئله عمده ایران هست به پیش ببریم. در این مورد لازمه که اشاره بکنم ایران در این مورد موفقیت هایی هم داشته. مبارزه با تورم که در دو سه سال پیش به حد اکثر خود رسیده بود، یکی از حرکت های صحیح و مثبتیه که دولت اخیر انجام داده و بنابراین نوید خوبی است که اگر این سیاست‌های صحیح ادامه پیدا کنه در سطح خیلی گسترده‌تری، مسلماً موفقیت‌های خیلی بیشتری کسب خواهد شد. حالا اگر فرصت باشه من میتونم به جزئیات اون بپردازم. حتماً برمیگردیم به ادامه این بحث با شما. آقای قاضیان، یکی از محورهایی که در این گزارش وجود داره بحثی حاشیه‌نشین هاست. حاشیه‌نشینی در ایران چه ویژگی‌هایی داره؟ اشاره‌ای که در گزارش وزیر کشور به حاشیه‌نشینی شده در مورد حاشیه‌نشینی جغرافیایی است، یعنی در واقع سکونت غیر رسمی در حاشیه شهرها عمدتاً و گاهی اوقات هم در دل شهرها. هر دو این پدیده‌ها تحت عنوان حاشیه‌نشینی جغرافیایی ازش یاد میشه. این پدیده در ایران پدیده نسبتاً بزرگی است، حجمی که وزیر کشور ازش صحبت کرده 11 میلیون، گاهی اوقات تا 15 میلیون نفر هم تخمین زده شده. بله، بعضی اعداد تا 19 میلیون هم گفته شده. بله، و برای به 2700 حاشیه نشین در واقع اشاره کردن، محله حاشیه نشین اشاره کردن در ایران که فقط حدود 3 میلیون نفرشون در اطراف شهرهای تهران و مشهد و اهواز هستند. اینها اندازه حاشیه نشینی جغرافیایی رو در ایران نشون میده، ولی خب حاشیه نشینی فقط به حاشیه نشینی جغرافیایی محدود نمیشه. ما با مسئله مهمتر و شاید زیربنایی تر حاشیه نشینی اجتماعی هم روبرو هستیم در جامعه خودمون، در حالی که مسئله حاشیه نشینی جغرافیایی یک مسئله عمومی است در همه جای جهان تقریبا. بنابر برخی از تخمین ها الان چیز حدود 1/3 جمعیت شهری مناطق مختلف جهان در حاشیه ها زندگی میکنن و تخمین زده میشه که تا سال 2030 این مقدار به حدود 2 میلیارد نفر برسه. این پدیده یک پدیده جهانی در اغلب شهرهای جهان، شهرهای بزرگ جهان وجود داره، به ویژه در مناطق در حال توسعه. کشورهای پیشرفته تا حد زیادی تا
تفوق پیدا کردن بر حل این مسئله و شاید به اون شکل و صورتی که در کشورهای جهان سوم و رشد بیمارگونه جمعیت شهری می‌بینیم در این کشورها مشاهده نشه، ولی برای پدیده است که با صنعتی شدن با رشد سرمایه‌داری ارتباط داره و معنای اقتصادی پشتش خوابیده، یعنی بخشی از جامعه که قادر به کسب درآمد نیست، قادر به کسب درآمد از طریق مشاغل رسمی نیست، بنابراین سکونتش هم به شکل غیر رسمی در میاد، در حاشیه میره، شکل زندگیش تغییر میکنه، محیط زندگی کاملا غیر بهداشتیه، ناایمنه. معمولا افرادی که در اینجاها زندگی میکنن از کمترین امکانات برخوردارن، خودشون هم در وضعیت نامطلوبی هستن، غیر از جمعیت‌های خانوارهای پر جمعیتی که دارن از نظر سطح سواد و تحصیلات و مهارت‌ها در رده پایینی هستن، امکان جذب در اقتصاد شهری رو نداشتن، بنابراین هم هویت نیستن با جمعیت شهری، گاهی اوقات نشئه های از انتقام نسبت به اون جمعیت شهری، زندگی شهری درشون وجود داره که خودشون ممکنه در شکل وندالیسم نشون بده، و به علاوه همیشه اینا کانون هایی هستن جرمخیز برای پناه گرفتن مجرمان در اونجا، برای اینکه این مناطق معمولا از حیطه کنترل پلیسی هم خارج هست یا کمتری امکانش هست، مسائلی برای مدیریت شهری به بار میارن، حتی برای محیط زیست مشکلاتی ایجاد میکنن و به علاوه همیشه از نظر امنیتی برای بسیاری از جامعه ها کانون بحران‌های شهری، شورش‌های شهری و رسوندن نیرو به شورش‌های شهری هستند که اغلب هم به صورت کور اتفاق می‌افته. بنابراین یک بحرانی است که در اندازه‌های جهانی وجود داره، در ایران هم وجود داره، ریشه‌های اقتصادی داره، اما در مورد خاص ایران به نظر من مسئله حاشیه‌نشینی اجتماعی بسا که از موضوع حاشیه‌نشینی جغرافیایی مهم‌تر هم باشه. برمی‌گردیم به ادامه بس با شما آقای قاضیان. آقای دکتر باقفا، شما فرمودید مشکلات ایران ریشه‌های درونی داره. منظورتون تصمیم گیریه، منظورتون قوانینه؟ صحبتی که من دارم شامل تمام اونهایی که شما بهش اشاره کردید میشه. ایران دو مسئله عمده‌ای که بسیاری از کشورهای جهان سوم یا کشورهایی که در حال توسعه هستن نداره، یکی کمبود مواد معدنی و ثروت اجتماعی که در ایران بسیار فراوان هست، و دوم طبقه تحصیل کرده که ما خوشبختانه با داشتن این دو مورد خیلی میتونیم در بحث اقتصادی موفق‌تر باشیم. منتها چیزی که ایران رو دچار اشکال کرده، مخصوصا در 30 سال گذشته بعد از انقلاب، یکی بستگی اجتماعی ایران بوده، جامعه ایران بوده، که سبب شده بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت باشند و نزدیکی بسیار زیادی بین بنگاه‌های خصوصی که وابسته به دولت هستند و بانک‌ها به وجود اومده که این اشکالات فراوانی ایجاد کرد. همونجور که می‌دونید اوضاع بانکی ایران اوضاع خوبی نیست به هیچ عنوان، هم از ذخیره کم بهره‌مند هستند و بسیاری از اونها وام‌هایی رو دادن به خصوص به شرکت‌های وابسته به دولت که امکان پرداخت اون نبوده و به عبارت دیگه بسیاری از این بانک‌ها در حقیقت ورشکسته هستن. شما برای اینکه بخش خصوصی که عامل عمده حرکت اقتصادی و ایجاد کار در جامعه هست به حرکت بیاندازید، احتیاج به اعتبار بانکی دارید. بنابراین در وهله اول باید نظام بانکی رو استحکام ببخشید، بانک‌ها رو از دولت جدا بکنید، از بخش خصوصی و بنگاه‌های خصوصی جدا بکنید که اینها بتونن بدون هیچ گونه پرجودیس یا جانبگیری به افرادی که شامل شرایط هستن و خواستار سرمایه گذاری هستن در ایران کمک بکنن. و این رو هم اضافه بکنم، ایران اگر بخواد از وهله اقتصادی که الان فرطه اقتصادی که الان درش به وجود اومده نجات پیدا بکنه، باید در وهله اول به بخش خصوصی بپردازه، مردم رو تشویق بکنه، سرمایه داران رو که در اون بخش سرمایه گذاری بکنند، و اوضاع و سر و سامان دادن به اوضاع بانکی یکی از عمده ترین شرایط است. البته در کنار این چیزهای دیگه هم وجود داره، یکی این که قوانینی رو که دست و پاگیر هستن جمع کردن، این فسادی که در روی ایران هست باید تا اندازه زیادی کاهش پیدا بکنه، باعث تردید مردم هست و سبب میشه که سرمایه‌داران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری نداشته باشند. شفافیتی که در وهله اقتصادی یا
سطح اقتصادی وجود نداره اون یک مسئله عمده دیگری است. همونجور که میدونید بانک ها و مؤسسات اقتصادی از یه نوع رسیدگی بانکی یا مالی برخوردار هستند که از طرف سازمان های بین المللی اینها تحکیم میشن. آیه باوفا، من میخوام در ادامه صحبتتون در پرسش بعدی برگردم به محض بیکاری که یک موزل بسیار اساسیه. ممنون میشم در اون مورد با هم صحبت بکنیم. آیه غازیان، حاشیه‌نشینی اجتماعی یعنی چی؟ و چه تبعاتی داره در واقع؟ شاید بهتر باشه حاشیه‌نشینی اجتماعی رو در قیاس با حاشیه‌نشینی جغرافیایی متوجه بشیم. همین چیزی که ازش تحت عنوان حاشیه‌نشینی یاد میشه، خب عمدتاً در واقع اشاره است به حاشیه‌نشینی جغرافیایی. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یک شهر داریم که این مرکز محسوب میشه و در اطراف اون یا در حاشیه‌های اون اغلب مناطق غیررسمی برای سکونت ایجاد میشه که اونا میشن حاشیه. حالا این حالت جغرافیایی رو شما در کل یک جامعه در نظر بگیرید. همونطور که ما در حاشیه‌نشینی جغرافیایی یک مرکز، یک متن داریم که شهر و اطرافش حاشیه شکل میگیره، جامعه رو هم به مثابه همچین چیزی فرض بکنید. یعنی ما یک جامعه کل داریم که اگر همه درش باشن، خب همه در متن یا در مرکز هستن. اما اگر عده‌ای از مردم منها شده باشن، تفریق شده باشن، بیرون گذاشته شده باشن از این متن و مرکز، اون وقت شما با پدیده حاشیه‌نشینی اجتماعی هم روبرو هستید. یعنی ما از لحاظ اجتماعی و سیاسی عده‌ای رو از مرکز و متن میرونیم به حاشیه ها که اونا امکان شرکت در متن یا مرکز رو ندارن. منظورتون اقلیت سازیه در واقع؟ اقلیت سازی هست، یه بخششه. بخشش هم ممکنه به اقلیت محدود نباشه. مثلا اشاره‌ای که الان کردن به اقتصاد دولتی. وقتی شما اقتصاد دولتی داشته باشید، معنیش اینه که هر کسی که به دولت نزدیکه یا میتونه نزدیک بشه، میتونه از منابع بهره مند بشه. شما الان به فهرست بدهکاران بانکی نگاه کنید. من الان ارقام دقیقش رو به خاطر ندارم، ولی بیش از 100 هزار میلیارد تومان بدهکاری بانکی، مقدار کمتر از 50 نفر از بدهکاران رو سهم عمدش در بر میگیره. این معنیش اینه، یعنی عده محدودی در متن این منابع قرار میگیرن، میتونن از منابع استفاده کنن و خیلی عظیمی از مردم که حتی وامای کوچیک میخوان نمیتونن از بانک ها بهره ببرن. اینا فقط پس مسئله اقلیت نیست، ولی اقلیت بخششه. یعنی الان مثلا در جامعه خود ما نگاه بکنید، یک فردی که در بلوچستان زندگی میکنه، بلوچ منظورمه و سنی، این میدونه که به مرکز این جامعه راهی نداره. چرا؟ چون لحاظ قانونی نمیتونه رئیس جمهور مرکز بشه. منظور هم قدرت هست، مرکز هم قدرت هست، هم سیاسی که هم قدرت درش مطرحه، هم ثروت درش مطرحه، هم منزلت مطرحه، چیزهای متفاوتی درش مطرحه که منابع ارزشمند اجتماعی هن. اون شخص انقدر نمیتونه بهرمند بشه از اینکه یک فارس شیعه تهرانی ممکنه بهرمند بشه. بنابراین اینم نوعی حاشیه‌نشینی اجتماعیه. ما بخش عظیمی از مردم اون رو از متن و مرکز جامعه دور کردیم و اونا رو به حاشیه روندیم. معنیش یعنی چی؟ همونطور که در حاشیه‌نشینی جغرافیایی شما اون کسانی رو که در حاشیه جامعه زندگی، در حاشیه شهر زندگی میکنن، در زندگی شهری ادغام نمیکنید و اونا خودشون میشن کانون بحران، قانون تهدید و ممکنه زندگی شهری رو تهدید بکنن، کسانی که در حاشیه اجتماع هم به سر میبرن، اونا هم ممکنه کل جامعه رو دوچار بحران کنن، چون سهمی از این جامعه ندارن، نقشی درش ندارن، احساس نمی کنن که جزء این جامعه هستن، بنابراین مشارکتی هم درش ندارن. در بزنگاه‌های اینا قانون بحران خواهند بود. ممکنه تا مدتی از طریق سرکوب بشه اینها رو از ایجاد بحران مانع شد، اما وقتی که زمانش برسه اینا کانونهای بحران. همونطور که مناطق حاشیه‌نشینی شهری همیشه مستعد شورش‌های شهری کور هستن، این مناطقی هم که ما به نحو اجتماعی درست می‌کنیم مستلزم و مستعد و آماده ایجاد بحران‌های اجتماعی هستن و وقتی تازه به اون شکل بحرانی نرسیدن، در متن جامعه ایجاد نقار و شکاف میکنن و شما پیوندهای اجتماعی در واقع با گسست‌های اجتماعی مواجه. دقیقاً، یعنی حاصلش در واقع ضعف پیوندهای اجتماعی است و ضعف پیوندهای اجتماعی اتفاقاً یکی از منابع مهم ایجاد آسیب‌های اجتماعی است که خودش رو ممکن در حاشیه‌نشینی جغرافی شهرها هم نشون بده. ممنونم آقای قاضیان. آقای دکتر وفا، شاید برای مخاطبین برنامه ما در ایران یکی از مهمترین پرسش‌ها اینه که آیا دولت ایران میتواند مشکل و موزل بیکاری را حل بکنه؟ و اگر که بخواین که پاسخ کوتاه مدت بدین چیه، پاسخ بلند مدت بدین چیه؟
همونجور که خدمتتون عرض کردم یه مقدار رفرم ها هستش که در ایران باید ایجاد بشه، روی کاغذ نوشته شدن که اون قدم اول هست و همونجور که گفتم در بعضی از قسمت ها هم موفق بودن، از جمله مبارزه با تورم، ولی در کنار این بسیاری از سیاست های دیگه هم باید اعمال بشه و نشون داده باشه که در این مورد پافشاری هست و دولت صمیمیت داره. من در ادامه صحبت های ایشون اشاره بکنم، یک برای جلوگیری از حاشیه نشینی بیشتر، حداقل کاری که دولت میتونه بکنه این که یه مقدار سیاست هایی در روستاها و شهرهای کوچک ایجاد بکنه که حداقل این مسئله حاشیه نشینی از آنچه که امروزه هست بیشتر نشه. و این از جمله کارهایی که میتونن بکنن توسعه اقتصادی در این قسمت ها هست، استفاده از تکنولوژی هست که الان در بسیاری از کشورها این مسئله بانکی رو تا اندازه حل کرده، استفاده از تلفن برای مبادلات تجارتی، به وجود آوردن مراکز بانکی به صورت مایکرو لون که لون های کوچک یا وام های کوچک به افرادی که در روستاها و شهرهای کوچک هستن بده که امکانات تجارتی اونا رو بیشتر بکنه. آقای دکتر، نکته‌ای که در مورد ایران وجود داره و کارشناسا میگن اینه که اغلب این برنامه‌ها شکست می‌خورن، یا اینکه درست شناسایی نمیشن یا مسیر و برنامه‌ریزی درستی، چه اتفاقی میفته؟ مهمترین چیزی که اینجا باید بهش توجه بشه، مسئله اقتصادی ایران برای حل دراز مدتش احتیاج به یک حرکت یا سیاست همگانی داره. شما نمیتونید الزاماً با مسئله حل کردن شفافیت یا دادن وام به بیزنس های کوچک مسئله اقتصاد رو حل بکنید. این باید همه جانبه باشه. به عبارت دیگه مسئله بانکی، جدا شدن بانک ها از بخش خصوصی، از بین بردن فساد، شفافیت در امور اقتصادی، به وجود آوردن رقابت و دید خوب از آینده که سرمایه داران ایران رو تشویق بکنه، سرمایه گذاری بیشتری درون ایران بکنن. چیزی که الان برای بسیاری از شرکت‌های خارجی مطرح هست اینه که ایران علاقه بسیار داره که شرکت‌های اروپایی و آمریکایی بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن. قدم اولی که ایران باید برداره، نشون بده در این مورد صمیمیت داره، این که بتونه نشون بده که سرمایه گذاران درون ایران به خاطر اعتماد بیشترشون به دولت و سیاست‌های اون علاقه به این کار دارن و این کار رو در عمل انجام میدن. این نمودار بسیار خوبی برای شرکت‌های خارجی هست که نشون داده بشه. ممنونم آقای دکتر. من برمیگردم با یه سوال کوتاه برای پایان برنامه. آقای قاضیان، حاشیه‌نشینی اجتماعی هم که اضافه کردیم به جغرافیایی، این نشون میده که ترکیب جمعیت خیلی تغییر میکنه. با توجه به اینکه وزیر کشورم گفته که دیر کردیم، دیر توجه کردیم، فکر میکنید که آیا امکان در واقع حل چنین موزلی برای ایران وجود داره؟ ببینید، اگر در مورد حاشیه‌نشینی جغرافیایی صحبت میکنید، چون آقای دکتر راغفر اشاره کردن که تهران داره میشه ساوپولو، همکارانم هم یک عکسی از ساوپولو نشون دادن که تقریبا حاشیه‌نشینی و شهرنشینی رو چجوری باسم جدا کرده بود. ولی اتفاقا خب یکی از منابع مولد مشکل در مورد حاشیه‌نشینی جغرافیایی همین وضعیتی است که شهر ساوپولو به شدیدترین شکلش باش روبرو هست، یعنی مرز مناطق فقیر، بسیار فقیر و بسیار ثروتمند، یک لایه باریک حفاظتی است که منطقه امن رو و مرفه رو از منطقه ناامن و نامرفه کاملا متمایز کرده. اگر قدرت به اصطلاح پلیسی قادر به کنترل چنین وضعیتی نباشه، خطر حاشیه رو نتونه کنترل کنه، اونجا چون گفتم مرکز و معدن جرمخیزی و جرمپناهیه، همیشه این ممکنه سرریز بشه به مناطق دیگر شهری و امنیت رو در کل شهر از بین ببره. مادام که سرکوب پلیسی وجود داشته باشه، سرکوب اینجا به معنی مثبت یا منفیش به کار نمیبرم، منظور کنترل به کار میبرم، وجود داشته باشه ممکنه تا حدی بتونه مانع اون بشه، ولی هر جا که ضعف پیش بیاد ممکنه مردم خودشون دست به اقدام بزنن برای حفاظت از خودشون. آیا این تصویر در ایران داره تحقق پیدا میکنه؟ ما نمیدونیم که در حال حاضر اینطوری هست یا نه، ولی همیشه مستعد چنین وضعیتی هست.
کافی است که دیگران دست ببرن به این عمل و دولت قادر نباشه که این رو کنترل کنه. یعنی حمایت و حفاظت خصوصی برای یه پدید بیاد، بادیگارد بخوان درست بکنن، گارد مسلح داشته باشن که از خودشون دفاع بکنن. اون وقت نقشه ماجرا تغییر خواهد کرد و دیگه کسی نمیتونه به راحتی برگردونه. همینطور که در شهرهای بزرگی مثل ریو یا ساو پولو در برزیل نشده یا در مکزیکو سیتی نتونستن چنین کاری رو بکنن، برگشتش بسیار وخیم‌تر خواهد. ممنونم آقای قاضی. آقای دکتر من اجازه بدین پرسش پایانی رو با شما مطرح کنم از این منظر که دولت ایران تأکید میکنه که این یک دوره گذاره و شکوفایی اقتصادی در پیش خواهد بود. آیا شما با این نظر موافقین که این یک دوره گذاره و ایران میتونه موفق بشه به ویژه بعد از لغو تحریم ها؟ در این شکی نیست که میتونه موفق بشه، من خوشبین هستم. منتها دوره گذار میتونه کوتاه مدت باشه و دراز مدت. سیاست های صحیح و نتیجه های مثبت نشان دادن از سیاست های درون ایران که نمونه اون رشد بخش سرمایه‌داری کوچک در اقتصاد ایرانه میتونه نمودار بسیار خوبی از این موفقیت اینها باشه و ما باید شاهد اون باشیم در آینده نزدیک ببینیم همین چیزی اعمال خواهد شد یا نه. یعنی آنچه که شما در حال حاضر مثبت ارزیابی میکنید در دراز مدت شرایط ایران برای رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصادی رو من به نسبت به اون خوشبین هستم. ممنونم. وابستگی اشکالی ممنونم از شما ای دکتر رضا باوفا که از کالیفرنیا با ما بودن و حسین قاضیان جامعه شناس که در استودیو با من بودن. اما فیسبوک و حضور شما در بخشی از این بحث که برای ما نظر گذاشتین در پاسخ به این نظرسنجی و این پرسش که آیا وجود 18 میلیون حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ نشانه شکست آشکار دولت مردان جمهوری اسلامی ایران در اداره کشور است؟ 93% بله، تنها 7% خیر. کاربران اجتماعی در کاربران برامون پیغام گذاشتن. فرهاد فروزنده نوشته بنا به گزارش‌ها 10,000 کارگر جنسی در تهران داریم که 35% آنان متأهلند و به خاطر اعتیاد، فقر و زندانی بودن همسرانشان تن فروشی می‌کنند. شاهین بر اون پیغام گذاشته حاشیه‌نشینی نه تنها شکست سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران است، بلکه مایه ننگ است که 1/4 جمعیت کشورمان حاشیه‌نشین باشند. مهدی میثاقیان گفته در بعضی بخش‌ها نظام جمهوری اسلامی ایران دارای ضعف است، ولی از یک دیدگاه منصفانه اوضاع احوال ایران از کشورهای همسط آرمانی تر است. و مری برامون نوشته حاشیه نشینی نشانه مدیریت صحیح، پیشرفت و ترقی در نظام در این نظام تلقی نمی شود. سروش صمدی نوشته حاشیه نشینی از زمان شاه شروع شد، بعد از انقلاب با وخامت اوضاع و جنگ تشدید شد و سپس با فقدان برنامه ریزی و عدم توجه مسئولین با اضافه شدن اعتیاد، بیکاری و فحشا به آن به یک فاجعه تبدیل شد. شما هم میتونید در بحث های افق نو شرکت کنید، در نظرسنجی ها نظراتون رو برامون بنویسید، بگین که دراجه به موضوعات چی فکر میکنید و اگر که پیشنهادی دارین برامون مطرح بکنید. تا افق نوی دیگر، ایام بکام و شب و روز خوش.